سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه بریم 0 تا 100 کاشته دو نفره رو یاد بگیریم و ببینیم که چجوری میتونیم واسه یارمون توپ رو بکاریم یا از روی توپ بپریم یا یارمون از روی توپ بپره و ما شوت رو بزنیم و کارهای دیگه. قراره که داخل این ویدیو حرفه‌ای ترین نحوه کاشته زدن رو یاد بگیریم. پس امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، برای انرژی دادن لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. اولین قدم برای اینکه بتونیم کاشته دو نفره بزنیم اینه که باید یارمون رو اضافه کنیم کنارمون. شما اینجا دو تا حالت دارین، یا اینکه یارتون بیاد دقیقاً جهت مخالف شما وایسه، که در این صورت شما باید L1 رو بگیرید و اگه دارید با آنالوگ بازی میکنید جهت بالاتون رو بزنید، اما اگه از اون ور دارین با جهت بازی میکنید باید L1 رو بگیرید و آنالوگ سمت چپتون رو به سمت بالا ببرید که یارتون دقیقاً میاد زاویه مخالف شما وای میسته. اما اگه که میخواین یارتون بیادش دقیقاً هم جهت با شما وایسه، همزاویه با شما وایسه، اگه دارید با آنالوگ بازی میکنید L1 رو بگیرید و جهت پایینتون رو بزنید، اما اگه دارید با جهت بازی میکنید باید L1 رو بگیرید و آنالوگ سمت چپتون رو به سمت پایین بیارید. اما اینجا مهمترین سوالی که هستش اینه که چجوری ما میتونیم بازیکن دومی که اضافه میشه رو عوض کنیم. یعنی مثلا مسی میخواد اضافه بشه، ما بخوایم بکنیمش مثلا دیمالیا، یا دیمالیا میخوایم بکنیمش مسی. شما باید برید داخل گیم پلنتون و بیاین توی پلیر سیتینگز و گزینه افکا تیکر 2 رو انتخاب کنید. اونجا واسهتون بازی بازیکناتون نمایش داده میشه و شما میتونید هر بازیکنی که دلتون میخواد رو به عنوان بازیکن دوم انتخاب کنید. حالا میخوایم یکم حرفه‌ای‌ترش کنیم. میخوایم کاری کنیم که یارمون از روی توپ بپره و خودمون شوتو بزنیم. اولین قدم برای این ضربه کاشته اینه که شما باید زاویه دوربین رو برای بازیکن اولتون مشخص کنید که اون میخواد ضربه کاشته رو بزنه. L2 رو بگیرید، مربع رو پر کنید و قبل از اینکه بازیکن به توپ برسه ضرب در رو بزنید و در آخر سری کاشته اصلیتون رو بزنید. حالا از اون ور میخوایم کاری کنیم که بازیکن اولمون از روی توپ بپره و بازیکن دوممون این شوت رو بزنه. زاویه دوربین رو طبق بازیکن دوممون تنظیم میکنیم که میخواد کاشته رو بزنه، مربع رو پر کنید و قبل از اینکه بازیکن اولتون به توپ برسه ضرب در رو بزنید و در آخر کاشته اصلیتون رو با بازیکن دومتون میزنید. حالا این دفعه میخواد بازیکن اولمون پاس بده به بازیکن دوممون و بازیکن دوممون شوت بزنه. L1 رو میگیرید و ضرب در رو پر میکنید، از اون سمت بازیکن اولتون پاس میده به بازیکن دومتون و بازیکن دومتون شوت رو میزنه. اما دقت کنید که ضرب در رو خیلی کم پر کنید که سریعتر بازیکن شماره 2 تون بتونه شوت رو بزنه. حالا میخوایم یه کار بکنیم که یارمون به ما پاس بده و ما شوت رو بزنیم. برای اینکه یارمون به ما پاس بده شما باید L1 رو به اضافه L2 نگه دارید و ضرب در رو پر کنید و در آخر میاد پاس میده بازیکن شماره 2 تون به شماره 1 تون و شوتتون رو میزنید. اما دقت کنید که اینجا هم باید ضرب در رو خیلی کم پر کنید که بازیکن اصلی تون بتونه سریعتر شوت رو بزنه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. قبل از اینکه ویدیو رو ترک کنید حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژیه. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. پیشنهادتون واسه ویدیوهای بعدی بدید و فعلا تا ویدیوهای بعدی.